در این دقایق مهمان ما جناب آقای دکتر جمشید رسا، روانشناس و آموزگار، با ما در برنامه است. بحثی که ما امروز تعیین کردیم چگونه میشه یک شخصیت خوب و عالی داشته باشیم، شخصیت سازی چه هست و خود شخصیت چه تعریفی داره. انسان هایی که بالاخره فکر میکنن اینا شخصیت نیستن، حالا چگونه میشه که اینا شخصیت شوند یا از خود یک شخصیت عالی بسازن. آقای رسا خوش آمدید. صبح شما بخیر. تشکر. به نام خداوند پاک و مهربان با سلام خدمت شما بیننده خوب نازنینتان، همکارای تکنیکی، خوشحال هستیم که در خدمت قرار دارم. خب یک مقدمه داشته باشین استاد که شخصیت یعنی چی؟ یک تعریف داشته باشین. شخصیت به مجموع اعتقادات، باورها، صفات، خصوصیات و رفتارهای یک شخص گفته میشه که نسبتاً پیش پایدار است. ما به خاطری که در یک طیف گسترده هستیم، مهم است که ما زیادتر در کدام قسمت از می باشیم. مثال بدم، اگر مثلا یک شخصی است که همیشه خوشحال و سرحال است، اما یک روزی بنابر از دست دادن عزیز یا حادثه جگرخون است، نمیشه بگیم عجب آدم جگرخون است. صفت اصلی زیادم او خوش بودن دوامدارش است. یا مثلا اگر ما همیشه یک آدم پاک و مرتب بودیم، یک روز یک موتر تیر شده گلولای به سر صورت ما ریخته، نمیشه بگیم عجب آدم کثیفی است. صفت اصلی او پاک بودن است که همیشه پیش ما بوده. بله. یا مثلا اگر یک دوست، یعنی باطن مطرح است نه ظاهر. بله، ثبات مهم است که ما در کدام قسمت زیاد است. مثلا اگر یک دوستی همیشه پیسه پیش بوده، پیسه دار بوده، اما یک روز بکسه که پیسه خود فراموش کرده، پیسه به جیبش نیست، نمیشه بگیم آدم فقیر است. این صفت اصلیش پیسه دار بودنش است، ولی بنابر دلایلی امروز پیسه نداره. یعنی مهم است که ما زیادتر در کدام وضعیت می باشیم. بعضی جایا میشه ما یک تمثیلی از خود نشان داشت بتیم، ولی که ما در حالت عادی وقتی نرمال هستیم کدام صفات از خود تبارز میتیم، او صفت اصلی ما. حتی بعضی وقتا وقتی میگن شخصیت یک کسی، یعنی مقطعی و زود گذر نباشه، ماندگار باشه، همیشه بله. پیش انسان باشه. بله. این صفات. و حتی وقتی که میگن که شما اگر میخواین شخصیت یک انسان تشخیص کنین، خوب است که برخورد از او در خانه ببینین. گرچه گپ ها مقدر دقیق نیست، ما هر کدام ما 5 تا لایه شخصیتی داریم. حداقل یکی وقتی است که ما در یک جمع قرار داریم، این یک نوع برخورد است. مثلا وقتی ما اینجا هستیم، بعد شک کامره خاموش میشه، ما در بین دوست هستیم، یک نوع دیگه برخورد میکنیم. لایه دوم شخصیتی ماست. بعدش وقتی میریم در خانه امرای فامیل، یک نوع دیگه برخورد داریم. بعدش وقتی در تنهایی خود هستیم، بعضی خصوصیات دیگه داریم که رو با فامیل هم در میان نمادیم. و تا لایه پنجمی قسمت هاییست که ما خود ما مزو خبر نداریم، و 80% است که اشاره میکنیم که در 8 سال اول کودکی ما ساخته میشه. اما انسان سالم کسی است که فاصله بین از این حالت ها کم باشه، ولی اگر فاصله بین از اینا زیاد میباشه، ما شخصیت ما ناسالم است. بعضی ها شما دیدین در خانه آدم عصبی است، اولاد خود علت کوب میکنه، امروی اولاد خود گپ نمیزنه، اما در خانه یک کسی دیگه میره اولاد زور ناز میته، یک بیستی ها میته که برو ایسکریم بخور. این اینجا ناسالم بودن شخصیت نشان میده. این که بین مردم گفته میشه با شخصیت یا بی شخصیت، هیچ کس بی شخصیت نیست، هدف شخصیت خوب و بد است. نظر به محیط های متفاوت شوی رفتاری ها متفاوت میباشه. فرزند در محیط خانواده یک فرد بسیار خشن میباشه، اما در محیط کاریش بسیار خوب آدم مهربان میباشه، بسیار خوب رفتار میداشته باشه با همکاری خود، با دوستای خود. چون این قسم نیست جان، نه اینکه اون آدم مهربان نمیباشه. روزی که ما مهربان هستیم، در هر جای مهربانی همراه ما هست. وقتی ما میریم در بیرونی تمثیل میکنیم، فقط میخوایم بر دیگران نمایش بدیم، هیچ چیزی نمیشه واقعا شخصیت شب شناسیم استاد. بله. یعنی کدام رفتار مکمل در مواردش گرد میزنیم. اول چیزی که مهم است، شخصیت ما تا 5 عامل تشکیل میشه. یعنی اگر ما خوب هستیم، بد هستیم، مهربان هستیم، نامهربان هستیم، اینا رو 5 عامل دخیل بوده. یکی چیزی که به نام ذات و سرشت انسان نامیده میشه، که یک بحث فلسفی مذهبی است، که از نظر سرشت انسان موجود خوب است. ما انسان بد نداریم، انسان خوب و بهتر داریم، که از نظر دینی هم شما میدانین انسان خوب به دنیا میآید. تمام انسانایی که به دنیا میان پیمان روز الست همراه خداوند متعال بسته کرده. حالا این انسانای بد که امروز وجود داره، بدها بد شده؟ بدها بد شده. بله. انسان مثلا قدرت تکلم داره که یک صفت انسان است، مشخص بر انسان است. قدرت تعقل داره، اینا مشخصات خوب انسان هستند. دوم چیزی که به نام ژنتیک یاد میشه، کم روی وراثت فرق داره. ژنتیک یعنی تغییر در ژن ها، چیزی که ما به نام میوتیشن یاد میکنیم. مثلا یک تغییر میتونه به سمت مثبت باشه یا منفی. فرض مثال، پدر یک کسی جور است، مادر جور است، اما کودک لبچاک و کامچاک آمده، اینا میتونه بالای ما تاثیر داشته باشه. یا پدر آدم عادی است، مادر آدم عادی است، نو نسل شما آدم عادی است، اما خود شخص نابغه است، میتونه یک تغییر به سمت مثبت شده باشه که اینا بالای شخصیت ما تاثیر داره. سوم موضوع ارث است، که ما نسب وجود ما متشکل از خصوصیات پدر، نسبش از مادر است. ما 23 کروموزوم از پدر دریافت میکنیم، 23 کروموزوم از مادر. در حقیقت ما ترکیب پدر مادر هستیم، اما تنها پدر مادر نیست، کاکا، ماما، خاله، عمه، پدرکلان، مادرکلان، صفات از اینا در وجود ما میباشد. اما موضوع ارث 9 ماه پیش از تولد دیگه خلاص میشه. روزی که اسپرم و اوم با هم یک جای میشه، دیگه اون موضوع بسته میشه. بعدش بحث محیط شروع میشه.
از روزی که ما در بطن مادر هستیم دیگه عوامل محیطی است تا امروزی که هستیم. بله. اگر مادر در جریان عمل خوب بوده، خوش بوده، غذای خوب رسیده برش، تهدید نشده، توهین نشده، ما شخصیت سالم می داشته باشیم. اگر شرایط بر مادر خراب بوده میتونه بالای ما تاثیر منفی داشته باشه. بعدش که ما با محیط خانواده میایم، اگر در خانواده هستیم که مگی آگاه، دانا، مهربان است، اینا بالای شخصیت ما تاثیر مثبت داره. ولی برعکس اگر خدای نخواسته محیط خراب میباشه، بالای ما تاثیر منفی میکنه. بعدش که ما میریم با گروه انبازی های خود در بیرون، اگر دوستای خوب داریم تاثیر خوب، اگر بد داریم بد. وقتی مسجد میریم ملا بالای ما تاثیر داره، وقتی مکتب میریم محیط آموزشی بالای ما، رسانه ها، کتابی میخوانیم، با اشخاصی که روبرو میشیم، هر کدامش بالای ما تاثیر داره. تا اینی چهار عامل ما نمیشه انسان ملامت کنیم. اگه یک انسان خوب است، اینی چهار عامل خوبش ساخته. اگه بد است، همین چهار عامل بدش ساخته. تا اینجا هیچ انسان مقصر نیست. اما ولی دلیل نمیشه که دوستا بگه خب ما که بد هستم خیری نیا بدم ساخته. نه، یک عامل پنجمی هم است خوشحال جان، که برداشتای عقلی خود انسان است که بسیار تاثیرگذار است. بله، در بدترین جاهای امریکا، در جرمخیزترین مناطق امریکا، کسایی هم بوده که درخشیده، پدرش معتاد بوده، شرایط خراب بوده، اما این کودک درخشیده. چرا؟ برداشتی که ما از محیط داریم، یک ذریع به آزادی که خداوند متعال برای انسان داده، ما میتونیم شخصیت خوب. دمی پس جناب دکتر صاحب، چرا خی ما در اینجا در افغانستان یک کس خراب میگه، خراب میشه بالاخره، یا معتاد میشه یا منحرف میشه، پدر مادرش میگه او نکت پچی کاکای تا بالا میشی و هم چندان شخصیت نداره، تو را از راه کشیده. ولی امی بحثی که شما گفتین، این آدم 20 ساله است، 25 ساله است، حتی 30 ساله است، این خو عقل داره، منطق داره. حالا بچه کاکاش فرض کنیم جنایتکار، خائن و قاتل، این خو خودش عقل داره؟ این خو نمیشه که بچه کاکایش ایره بگه خودت در دریا پرتو، خودت در دریا بندازه، خودت در آتش پرتو، در آتش بندازه. این خو کلان آدم است. کاملا دقیق میگین. اول خود پدر مادرها که به نظر من در این قسمت ملامتی زیاد دارن خوشحال جان، ما همیشه گفتیم و بعد پدر مادرها میگن یعنی چیز سردیگران. پدر مادرها متاسفانه هیچ در مورد تربیه کودک هیچی نمیفهمند. متاسفانه در طول تاریخ تربیه کودک نبوده، کودک آزاری بوده. و در وطن ما هم که دو تا را بیشتر نداریم، یا میبینن خودشان پدر مادرشون چطور کلان کردن، اما تو کلان میکنن، یا میبینن همسایه چطور اولادای خود کلان میکنن. یک جلد کتاب نمیخوانن، یک ساعت وقت برش نمیمانن، بر یک خیاطی، بر آشپزی میرن یک چیز یاد میگیرن، اما بر تربیه کودک خود نمیگیرن. متاسفانه رسانه ها ما از یک سر ما تقلید داریم. مثلا چیزی که من همیشه میگم، برنامه آشپزی در وطن در کل رسانه‌ها یک ساعت روزانه جریان داره، یک خرد نان در خانه پیدا نمیشه. برنامه موسیقی، برنامه رقص و آواز، کل چیز است، اما جای تربیت، جای آموزش، جای علم خالی اصلا وجود نداره. و نمیفهم ما چقدر علاقمند از این موضوعات هنر هستیم که هنر دوست هستیم. اونا هر کدامش سر جایش اندازه داره، اما باید یاد داشته باشیم. کاملا دقیق میگین. روزی که هزار بارم یک کسی بر ما یک کار بگه بکو، روزی که کردیم خودمون مسئول هستیم. هزار بارم دیگر را بگه کی کار بکو، روزی که کردیم ما مسئول هستیم که باید از داریم خودمون تاکید داشته باشین. گذشته از این که تاثیرات محیطی میتونم تاثیرات رو داشته باشه بر خودمان، بر شخصیت خودمان، حالا خود یک فرد چقدر میتونه خودش نقش داشته باشه در شخصیت سازی خودش و اراده خودش که میخواد شخصیت از خود بسازه، هدف که داره، تصویری که از شخصیت خود در ذهن داره، واقعا همچون شخصیت رو بر خود بسازه. مربوط خود فرد را بله میشه. کاملا مربوط خود فرد میشه. اول بحث از این مطرح میشه دیگه که شخصیت ما قابل تغییر است یا نیست. ولی هر چی بوده، هر کسی هر چی کرده، ولی که ما به این جرسیده، من همیشه سه تا تشبیه می داشته باشم. یکی میگم کودک مثل یک تابلوی سفید رسامی میمانه که رنگا است، هر کسی که با این کودک روبرو میشه یک رنگ میکشه. ولی اگر نقاشای خوب در زندگی ما بوده، یک تصویر خوب رسم شده. ولی اگر نقاشای بد و نادان بوده، متاسفانه یک تصویر زشت بر ما ساخته. یا میگم کودک مثل یک فیلمی میمانه که در این فیلم چی ثبت میشه. کسایی که در زندگی ما آمده یک نقش بازی کرده رفته، ولی یک ویدیوی جور شده در ذهن ما، اگه ویدیو خوب است یا بد است. یا کودک مثل یک خمیره میمانه. خداوند متعال بر پدر مادر یک خمیره میتونه میگه ازی چی میسازین. بعضی ها از این خمیره بسیار جسم زیبا جور میکنن و مقبول فرشتگونه، اما بعضی ها متاسفانه دو تا گوش دراز، یک چهار تا پا، یک دم دراز ها میتر رهایش میکنه به محیط. حالی کرد چی شده، مهم است که ما با این شخصیت خود چی کرده میتونیم. انسان کاملا میتونه شخصیت خود تغییر بده. چند تا دلیل داریم. اول یک دلیل دینی که اگر انسان قابل تغییر نمی بود، بعثت پیغمبرا دیگه معنا نداشت. این که پیغمبرا بر ما روان شده، کتاب روان شده، یعنی ما قابل تغییر هستیم. این یک. دومی که انسان یک ذریب آزادی داره
که بسیار مهم است. مثلا ما پیش از هر کار شک میکنیم که کار بکنیم یا نکنیم، یعنی آزاد هستیم، اگر نمی بود شک نمیتونستیم. بعد از یک کار یا خوش هستیم یا جگرخون هستیم، اگر ما آزادی نمیداشتیم خوش جگرخون نمیشدیم دیگه. مولانا هم در شعر خود میگه این تلگوی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ایسنم. بنان ما اختیار داریم، بعدش هم میبینیم دیگرها تغییر کرده. خود از این نشان میده که انسان قابل تغییر است. اما مهم است که خود شخص اقدام کنه سر از امروز. متاسفانه بعضی دوستا بهانه میکنن، بعضی دوستا بهانه میکنن، میگن ما توکل خدا به خدا کردیم که چی شد. توکل ببین استفاده غلط میکنیم از این کلمه. توکل خداوند بعد از فراهم ساختن اسباب است، نه که ما در کنج خانه بشینیم توکل کنیم. ما یک ضرب المثل هم داریم، پای شتر ببند و توکل کن، نه که شتر الهی واسه توکل میکنیم. ما از اسباب خداوند داده عقل نیرو اینا رو استفاده کنیم، جایی که زور ما نمیرسه ما خود به خداوند میسپاریم که بنان ایره بهانه نکنن. دوم بعضیا بهانه میکنن ما رو شیطان دیگه گمراه ساخته، دشمن دیرینه ماست، بابای ما رو بازی داد. در قرآن کریم اومده که شیطان مکرش ضعیف است، فقط کسای فریبش میخره که آدمای ضعیف هستن. خود شیطان هم در اون دنیا پیروای خود میگه که شما، من فقط یک مقدار علف آوردم، شما خودتون مثل گوسفند پشت ما دویدین. آدمای قوی نامش باز برعکس کسایی هستن که خود شیطان بازی دادن. خیلی سر از امروز چیکاره باید انجام بدن؟ فرضاً کدام روش بهانه رها کنه؟ دو بهانه. بهانه سیم بعضی ها میگه من کامل هستم. انسان هیچ وقت کامل نیست، کامل تنها ذات حق است. ما میتونیم نوع تکمیل خود شیم، اما کامل هیچ وقت نمیشیم. یک موجود نیازمند که کامل شده نمیتونه. ما هر جایی که هستیم از اون جای بهترش موجود هست. بعضی ها متاسفانه بهانه میکنه من چاق هستم، لاغر هستم، سنم کلانشتالی، ما خرد هستیم، باز تغییر میکنیم. اینی بهانه را کل شرح ها کنن سر از امروز خودشان شدیدن تصمیم بگیرن که میخواین تغییر کنن و خود مکلف و تغییر داشته باشن. یکی از راه های تغییر است که میارا موجود است، میارای علمی و دینی موجود است. یک انسان خوب چیز سر از امروز اولین کاری که میکنه نه قلم و کاغذ بگیرن، صفات خوب خودم نشته کنن، بعد خودم حتی از دیگرها خواهش کنه. سابقا یک مسیج روان میکردن پنج صفت خوب یا پنج صفت مرا بگو، بر کل دوستای خود وظیفه بده. پدر مادر نظر شما چیست؟ من چه خوبی دارم چی بدی دارم؟ اینا رو کل لیست میگیره، اینا رو لیست میگیره شال جان. اگه میخواین تغییر کنن، اگه نمیخواین که ادامه بدن، اینا رو بر خود لیست کنن. اون صفاتی که خوب است اونا رو تشدید کرده میریم، ولی اون صفاتی که بعد از ترمیمش میکنیم، مثل از همون تابلوی کالی بر ما رسم کرده یک چشم زدن ابروی بینی، ولی ما امروز میبینیم بینی رو خراب رسم کردن. چشم خوب است، چشم میبینیم دیگام رنگ مندازیم، اما این بینی رو باید پاک کنیم. از سر یک رسم کنیم. چقدر میتون عامل باشه به شخصیت سازی خودمان؟ زمانی که خود را بپذیریم، آنگونه که ظاهر ماست خود را بپذیریم، اعتماد به نفس ضعیف نداشته باشیم، به هر حالتی که هستیم خود را بپذیریم و بالاخره تلاش بکنیم بر تغییرات مثبت در زندگی. اولین شرط تغییر پذیرفتن است. اولین شرط تغییر، روزی که من نپذیرم که این کمبودی ها، این خوبی های بدی ها رو دارم، ما آماده تغییر نیستم. روزی یک کسی میره پیش دکتر که میپذیره مریض است، اگر نپذیره که مریض است پیش دکتر نمیره. این اولین شرطش است که ما اول خود پذیریم، بعدش بپذیریم یک سلسله کمبودی ها داریم، یک سلسله نواقص در شخصیت ما موجود است. خود مکلف بریم. بعضی دوستا میگه والله سخت است تغییر. بله سخت است، اما اگر عادات بد مثل کندن گوشت دردناک باشه، باید ما عادات بد از وجود خود بکنیم. انسان شدن سخت است دیگه، ولی ما این سختی رو باید خود ملزم بدانیم، قبول کنیم و پیش بریم. کی کارا بکنه دوستا، خودم مکلف بدانه. من فقط میخوایم از فرصتی که مانده چند اشاره داشته باشم که مقدمات شب برازی بس، اما یه بس چند هفته ادامه میدیم. مثلا نوع شخصیت گپ خورد داده. فروید شخصیت انسان از سه قسمت تقسیم بندی میکنه، متشکل از سه قسمت. یکی نهاد است، یکی من است، یکی من برتر است. نهاد در یک سال اول میباشه که به اساس میکانیزم رنج و لذت کار میکنه. کودک در یک سال اول اسو احساسش است نان بخوره، گرمی رو، فان سردی رو، با هیچ چیز دیگه کار نداره. از سال دوم زندگی من شروع میشه، من با واقعیت، منطق، عقل اینا سر کار دارم. اما از 3 تا 5 سالگی فرامن یا من برتر شروع میشه که من برتر به اساس وجدان و اخلاق کار میکنه. معمولا فشارهاییست که از بیرون سر ما داده میشه. بعضی ها متاسفانه هنوز به اساس همو نهاد زندگی میکنه. در کل زندگی خود دنبال اصول اخلاقی نیستن، دنبال واقعیت ها نیستن، فقط دنبال رنج و لذت هستن. بیا لذت ببریم، رنج نکشیم، که ایناش غلط است. ما باید در زندگی خود مکلف بدانیم یک سلسله اصول اخلاقی رو باید بپذیریم، با اخلاقیات پابند باشیم، پایبند باشیم، اینا رو در نظر بگیریم. من الگو برداری هم میتونه که یکی از راههای باشه برای که شخصیت خود را بسازیم. بله کاملا. اصلا ما یک فرمول داریم به نام فرمول موفقیت نهایی که در کل جنبه‌های زندگی رو تطبیق میکنن در قسمت تغییر و شخصیت ما میشه. اول خود شخصیت ما، بله ما زیاد ما کرکترها را گرفتیم از پدر خود، مادر خود، ماما و کاکا و معلم خود، هر کدام از اینا رفتارش بالای ما تاثیر داشته. اما به هر صورت چیزی که مهم است فرمول موفقیت نهایی اینه که ما اول یک فکر میکنیم، آرام تصمیم میگیریم، بعدش میتونیم
الگو انتخاب کنیم. مثلا پیش از ما کی رفته در این مسیر، چی کارایی کرده. در قسمت شخصیت هم بله ما میتونیم شخصیت های خوب تاریخی را انتخاب کنیم، به اساس از او حرکت کنیم، او رو معیار قرار بدیم، او صفات خوب در وجود خود بکاریم که الگو کمک میکنه. در غیر از او امروزه که حتی الگو نگیرن دوستا، این صفات ها دیگه تحقیق شده، مثلا ببینن از نظر دین یک انسان خوب چطور است، از نظر روانشناسی چطور است، از نظر جامعه شناسی چطور است، صفات های انسان خوب بیان شده. حالا چه فروید گفته که نهاد و من برتر، کدام از یا اهم و مهم هست؟ آیا همه در یک نخنی چیزی که بسیار بد است؟ کسایی که بر اساس نهاد زندگی میکنن، آی نهاد به خاطر او تنها فقط رنج و لذت نمیشناسه که غلط است. مثلا یک کودک است. مثال برتون میگم، یک کودک شیر دل شده، کودک یک سال سر سرک از زار زار گریه میکنه، برای اون مهم نیست که خانه است یا سرک از شیر میخواد. روانشناسا زیادشان باورشان به است که چیزی که مهم است من مهم است که ما بر اساس عقل و منطق و واقعیت‌ها زندگی کنیم. بر اساس نظر من که فرامن هم تاثیر داره، یعنی ما اصول اخلاقی را وجدان اینا را بر اساس میگیریم. که من برتر این تاثیرات اجتماعی و محیطی است که بر ما بزرگا گفته که کار خوب است، کار بد است. اما در او یک تجدید نظر کنیم که چقدر از زمینا را که بر ما گفته خوب است و چقدرش بد است، یک بار او را خود ما اصلاح بسازیم. متاسفانه زیاد وقت محیط، خانواده، اینا بر ما صفات بد یاد داده، من این صفات خوب همیشه از نظر علمی گفته میشه ما چشم خود ما نیست دیگه، چشم در کودکی پس کرده پدر مادر یک چشم زده بر ما که بچیم پیشانی بچی کاکای تکلیدی اینی مانا را میته، گوش ما را پس کرده یک گوشی دیگه زده که اگر زن کاکای تینی گپا گفتی مانای دیگه میته. ما حالا تو خود ما او برداشتای خود ما نیست، برداشته است که پدر مادر بر ما یاد داده. خود خوب است که ما امروز این را در نظر بگیریم. یک تقسیم بندی دیگه هم کریکبور مشابه ازی کرده که انسان از سه قسمت در نظر میگیره، کودک، بالغ، والد. میگه شخصیت ما سه قسمت است. کودک ما کدام ما بعضی از صفات ها در وجود ما قوی است. کودک کنم عادت های کودکانه داره که هم خودش دو جنبه مثبت منفی داره. جنبه مثبت یک کودک است که سر حال می باشه، شاد می باشه، خنده میکنه، اهل مذاق است. اما جنبه بعدشون لجبازی و یک دندگی ویناش. بالغ باز بحث از اون است که انسان بالغ اگر شخصیت بالغ داریم ما به اساس عقل و منطق و واقعیت ها کار میکنیم. و والد همونم صفتای پدران است که بالای ما است که باز اون میتونه خودش مثبت یا منفی باشه. بعضی پدرای سختگیر و خشن است که کودک بسیار زیاد فشار میتن، بعضی شام که به اساس واقعیت ها کار میکنه. اما به هر صورت چیزی که مهم است خوشحال جان خوب است که ما واقعیت ها را درک کنیم. امروز بیاین یک تجدید نظر کنیم. بله. اصلا پیروی کورکورانه در دین هم برای ما گفته شده که تا علم ندارین یک چیز قبول نکنین. آیت قرآن کریم است. به ویژه در قرن 21 چیز بالای تجربه است. تجربه ثابت است. بله کل از اینا تحقیق شده خوشبختانه. خوب است دوستا یک بار خودم مورد سوال قرار بدن. ارسطو یک جمله داره میگه زندگی که حداقل یک بار زیر سوال نرفته باشه ارزش زندگی کردن نداره. باورای که حداقل یک بار. کدام سوال از نزد خود بپرسن استاد؟ ما خوب استم یا بد؟ ما برخوردم با خانم خوب است یا بد؟ حالا به نظر من خوب استم استاد. نه خو نظر ما مهم نیست. نظرای این نظر ما خوب استم یا بد؟ برخورد ما در مورد پدر چطور است؟ قرآن کریم چی گفته؟ علم چی گفته؟ در مورد معلم باورای ما چی است؟ قرآن چی گفته؟ علم چی گفته؟ اینا رو با معیارای اصلی مطابقت بدیم. در غیر از خوب بله هر کس کار میکنه و به خوبی خود باور داره، تنها انسان های خوب است که سر خوبی خود شک میکنه. این بدیا که بدا را میکنه خود خوب مطلق میدانن که ظلم و زور رو بد میکنن. اینا رو به اساس معیارای علمی سنجش کنن، با او اساس حرکت کنن، ببینن با خود چی نوع برخورد میکنن. ما با خود مهربانانه برخورد میکنیم یا نمیکنیم؟ در مسیر رشد خود حرکت میکنیم یا نمیکنیم؟ آیا مثلا به خود ضرر میرسونیم؟ نه. کسی که سیگارت مصرف میکنه، نسوار مصرف میکنه، اینا بر خود ضرر میرسونه دیگه. اینو اصلاح کنیم باید. ما زیاد وقت شما در محیط آموزشی دین با معلم های خود چقدر بد برخورد میکنیم. کاملا. اینا رو که میفهمیم دیگه که بد است. خوب است که در مسیر خوب شرکت کنیم و اصلاح بسازیم. بله. استاد امروز موضوع برنامه ما در مورد عفت کلام است. بعضن که عفت کلام را مد نظر نمیگیریم، بسیار خشن صحبت میکنن، کلمات بد همیشه از دهنشان خارج میشه. خوب عیان است که دیگران اصلا متنفر میباشن از مصاحبت همراهشان، دوری میکنن ازشان. بعضن که زبان خود میتونه که وسیله خوشبختی یا بدبختی یک فرد باشه، ولی اینا عمو کلماتی که از دهنشان میبرایه با تدبیر با تعقل سنجیده اینا کلمات خود را نمیگن، توجه نمیداشته باشن. بین بیشتر خودتون و جزئیات بپردازین که نهادهای مختلف گرچه نیک فرمودین در مورد تاثیرات محیطی، ولی در بحث عفت کلام در مورد تاثیرات محیطی بگوین که برای فرد چقدر میتونه تاثیرات داشته باشه. نهاد آموزشی در چقدر میتونه در بکارگیری روش های آموزشی مانی از این امر غیر اخلاقی شود برای یک فرد؟ کاملا دقیق میگین. ما اول پیش از او بگویم وقتی ما کلمات میگیم خود بدن ما امرای شخص عمل نشان میده، خود حجرات بدن ما امرای کلمات خوب بد عکس عمل نشان میده. ما کلمات خوب میه. ما کلمات خوب وقتی میگیم تاثیرات خوب داره، وقتی کلمات بد میگیم من بالای خود ما هم بالای شنونده تاثیر بد داره. انسان یک سیستم خبری است،
پیام‌ها را میگیره با او پیام‌های سو احساس جور میشه. اگر ما چیز خوب میبینیم چیز خوب میشنیم تاثیر خوب بالای ما داره، ولی اگر بد و منفی باشه تاثیرات بد و منفی متاسفانه بالای ما میداشته باشه. که اولیش مهم است که کسایی که قدر بد زبانی میکنن هم خود آسیب میزنن، هم در خانواده هر کسی همراه از ایناس هم با دوستان بالای شخصیت هم تاثیر داره، شدیدن تاثیر داره و خراب ما میکنه، که بسیار مهم است. در قسمت محیط آموزشی که بله معلمین باید متوجه باشن، اون یک قصه ای را میکنن که یکی از معلمین از خاندانش یک کسی را دو زده بود. باز وقتی نفر آمده بود که چرا دو زدی، باز دو زده بود که من تو رو کی دو زدیم، از بس دو زدن در زبان از این بود عادت بعدش بوده دوباره ای کار انجام داده. که این را باید متوجه باشن، اصلا معلم باید با تمام مهربانی باشه. متاسفانه ما زیاد جای مشکل داریم، ما محیط خانواده مشکل داریم، وقتی مسجد و مکتب ها میریم باز مشکل داریم، مولای نقدر یک چوب دراز گرفته دفر فرق ما میزنه. خب خود از اینجا شکستاندن کودک است، حتی بعضی یاره قدر ترساندن که دیگه هیچ وقت نمیتونه یک تلاوت خوب کنن، زبانشان بند میشه چون او ترس هم راشه. وقتی مکتب میریم معلم چوب بسیار قوی باید داشته باشه، پشت دیوار مکتب نشته کردن تا نباشد چوب تر فرمان نمیاره گاو خر. فکر میکنه اینجا گاوخانه است که کودک چوب تر باشه. من خودم امیر دیدیم، بله مکتب ما کودک بودیم، اول نمره باید وقتی اول نمره خوب بود که از یک چوب قوی می آورد از درختای آلوبالو اینا که می آورد و معلم صاحب لتکوب میکرد جزایی بیشی بخه نمیفهمید اینا کلش از بین بردن کودک تا به این خاطر است ما زیاد ما که وقتی پانتون خلاص میشه دیگه کتاب متاب انداختیم هیچ وقت نمیخونیم. ما با کتاب اصلا